بحث میکردیم یه همچین ساختاری میشوند پایش پای داشتیم یه پای نگاه به جریان هم داشتیم یه پای وابسته تاج پای یا بیس انتر آر او و آر اس اینو همه تو میشناسید دیگه. اگه بخوایم بهره ولتاژ اینو رسم کنیم از لحاظ فرکانسی، ما تا حالا فقط میومدیم بهره ولتاژ رو به دست میآوردیم. بهره این میشد چی؟ آمیتر مشترک دیگه، ای وی میشد مقاومت کالکتر موجود تقسیم بر چی؟ مقاومت امیتر که یه آر پای هست، آر پای در واقع بتا اوم، مقاومت هایی که تو بیس میاد تو امیتر و علاوه آر اس بتا. از این هم میشود به دست بیاردی جی ام بی پای زبداری مقاومت ها. حالا آر او رو ما صرف نظر کردیم، زبداری مقاومت ها تقسیم بر مقاومتی که اینجا داریم. حالا اینو خب این یه مقدار ثابته دیگه، بر فرض حالا هر چقدر هست مثلا مقدار ثابت ثابت کجا؟ در فرکانس های پایین، در فرکانس پایین. یعنی چی؟ یعنی این اگر منحنی دامنه این فرکانس باشه، اینم بهره ولتاژ باشه، مقدار اینجا حالا هر چقدر هست اسمشون یه همچین این صورت یه مقدار ثابت در نظر میگرفته، مقدار ثابت. اما واقعیت اینجوری نیست، این همون اینه دیگه، این آر سی مبلازی آر او تقسیم بر آر تای بتا به علاوه آر اس بتا، این همینه. حالا هر مقداری که داره فرض کنید 100 مثلا. خب چرا بهره ثابت فرکانس هر چقدر بالا میره؟ چرا؟ چون تو این مدل، تو این مدل من اینجا یه نکته بنویسم، میتونیم بگیم هیچ المانی در مدار نداریم، هیچ المانی در مدار نداریم که فرکانس بر آن اثر بگذارد، که فرکانس روی آن تأثیر بگذارد. یعنی این یعنی تلفن واقعی نیست، چون فرکانس قطعا تأثیر میذاره دیگه، واقعی نیست. سلام علیکم. پس حالا ما باید بریم بررسی کنیم ببینیم مدل واقعی یا مدلی که پیشرفته تر از این چیزی که ما میشناسیم هست چیه، اونو معرفی کنیم. سلام علیکم. یه حالا نمیشه گفت ایده اون لاخره، ولی خب یک کاستیه ای داره دیگه، از لحاظ فرکانسی ایده‌آله، اما از لحاظ بهره و اینا محدوده. مثلا آر او رو در نظر گرفتیم دیگه، پای و اینا رو اینا و ایده‌آل نیستن، ولی خب واقعی هم نیست، فعلا یه پارامتر هم داره. اگه الکترونیکی باشه من یه داوری میکنم، ما یه پیوند مثلا اینجا من رسم کنم، یه ترانزیستوری که ستاپ NPN باشه مثلا، این N پلاس بود، این P بود، اینم N، درسته؟ اینا نیمه حادی بودن اما خب تحت یه شرایطی هدایت میکردن دیگه. این نیمه حادی ها میشه به عنوان
صفحات خازن اونا رو در نظر گرفت. یعنی خازن یادتونه دیگه، خازن ما یه خازن به این صورت داشتیم، میگفتیم این صفحات عادی یا همون جوشن هم بهش میگفتن دیگه، این هم باز عادی، اون وسطش بود آیه. خب مقدار خازن چطوری به دست میومد؟ میگفتیم سی مساوی است با اپسیلون بود، چی بود؟ تقسیم بر دی ضرب بر ای. این هم ضریب عایق، ضریب عایق مساحت صفحات، مساحت صفحات عادی، این هم واحد صد بود اگر اشتباه نکنم، واحد صد مثلا یه عبارت صد مثلا یه میلیمتر، این هم مثلا ده میلیمتر، اون میلیاش با هم میرفت. و خازن، حالا فعلا خازن معمولی رو ما گفتیم، میخوام بگم که پیوندهای پی ان هم خازن تشکیل میدن شبیه این. حالا میبینیم. خب این که این شبیه دیود بود دیگه به این صورت، این بیس بود، این بالا رسب کنم بگم امیتر، این هم کالکتر. دوتا شبیه دوتا دیود هم دیگه، دیود هم یه پیونده NP بود، منتها وقتی ما ترانزیستور رو روشن میکنیم این دیودا تو بایاس معکوس قرار میکرد. باز میخوام این مستقیم رو بیس امیتر، بیس امیترش بایاس مستقیمه که روشن میشد ترانزیستور، اما بیس کالکتر معکوس بود. این اگر معکوس نباشه ترانزیستور میره تو ناحیه اشتباه دیگه، برای اینکه فعال باشه باید معکوس باشه، برای فعال بودنه ما داریم تقویت میکنیم دیگه، ترانزیستور باید معکوس باشه برای روشن شدن، روشن شدن ترانزیستور باید مستقیم باشه. خب شما میدونید که اگه یادتون باشه دیود کالکتر امیتر نداریم، این بین اینا پیوندی برقرار نیست، نه دیود نیستن، دیود این باز و این دوتا دیود، اونا که پی وسطش اون دیگه ترانزیستورش، درسته؟ حالا این که پیوند، این که بایاس مستقیمه اگه خاطرتون باشه، این یه ناحیه تهی یا ناحیه تخلیه یا ناحیه عاری از بار آزاد اینجا تشکیل میشون، اما چون پیوند مستقیم ناحیه خیلی ارزش کمه، اون ور چون بایاس معکوس بود این ناحیه تهی ارزش زیاد بود که الکترون ها نتونن یا حفره ها نتونن جا به جا بشن. عرض ناحیه توهی یا تخلیه، توهی تخلیه از بار آزاد، بار آزاد توسط شدت بایاسه مستقیم
یا معکوس. بگیم تعیین می شود. حالا دیگه اون دیودی که شما میگید به این کارکتر امیتری چشه من درکش نمی کنم، ولی خب آخه هم خونه شد توضیح بدیم. آره امیتر، حالا جلوتر ما بدنه رو رسم می کنیم اونجا میبینیم که دیود تشکیل میشه، ولی خب بین کارکتر و امیتر فعلا تو این ساختار ما چیزی نداریم. خب این ناحیه چی هم اینا به نظر شما؟ خب شبیه ناحیه عایق نیست، بارازا توش نیست دیگه، عایق هم دیگه یه جوری عایق. عایق این هم نیمه حادی، بگیم حادی یا نیمه حادی. آخره نیمه حادی باید طرف دیم، نیمه حادی وقتی خاموشه چیزی عبور نمیده از خودش، درسته نیمه حادی اسمش رو خودش، وقتی ولتاژ بهش اعمال میکنی میدان الکتریک اعمال یا ایجاد میشه تبدیل میشه حادی. به این خاطر ما اینا رو حادی در نظر میگیریم، چون فرض ما اینه که این معکوس این مستقیم یعنی بایاس به ترانزیستور اعمال شد. خیلی بنویسید اینجا، نمیدونم من درم برم مینویسم دیگه، به این خاطر گفتم یکی جزوه بنویسم، چون ترانزیستور بایاس شده نیمه حادی ها های NOP عادی شده. این هایقن اینا عادی هن چون باید بهشون اعمال شده. خب طبیعتاً شبیه خازن این دوتا عادی عایق، دوتا عادی عایق تشکیل خازن میدن دیگه، درسته بار الکتریکی این ور اون ور هادی ها جمع میشه و تشکیل خازن میدن. خب حالا تو مدل پایی که داشتیم این خازن ها رو اضافه کنیم، ترانزیستور رو ما گفتیم یه آره پایی داریم، آره پایی مثبت منفی وی پای، بعد اینم که امیترش بود یه منبع جریان داشتیم جی ام وی پای، آره او رو هم رسم کنیم، آره او نرسون. این خازن بین چیه؟ بین بیس و امیتره دیگه، درسته؟ خب ما هم یه خازن بکشیم بین بیس و این بیس دیگه، اینم امیتره اینم کالکتر. اسمشو بذاریم خازنه، جانکشن. جانکشن یعنی اتصال دیگه، جانکشن چی؟ مثلا امیتر، یعنی بین بیس و امیتر خازن جانکشن امیتر. خب یه خازن دیگه داریم ایستی که بین کالکتر و امیتر، کالکتر و بیس. بیسمون که اینه، اینم که کالکتره، یه خازن هم پس باید اینجا در نظر بگیریم. اسم اینم بذاریم خازن جانکشن کالکتر، چون بیس بین جفتش مشترکه، یالا اسم بیس روش نذاشتیم، گفتیم خازن جانکشن امیتر، خازن جانکشن کالکتر، جانکشن بین اتصال بین بیس دیگه با این المان.
واضح دیگه. حالا که ما خازن اضافه کردیم، یه یادآوری داشته باشیم از مدارک. مثلا خازن داشته باشیم چه اتفاقی ممکنه بیفته تو مدارک. تا حالا که ترانزیستور ما مدل پای رو رسم می‌کردیم، خازنی نداشتیم. حالا ما خازن اینجا خازن اضافه کردیم. یه یادآوری از مدارک داشته باشیم. اینا داشتیم این خازن ها، اون خازنی که اونی که شما میگی اینجا میذارن دیگه تو ورودی دستی خودمون، این خازن خارجیه. این خازن داخلی ترانزیستوره که ما تا به امزادش صرف کردیم تو الکترونیک دو، چون بحث فرکانسی نداشتیم. اما تو الکترونیک کلن بحث در مورد همین خازن هست، یعنی اثر خازن ها رو مدارا رو بررسی میکنه. به این خازن ها خازن های داخلی ترانزیستور هست، یعنی ما دستی نذاشتیم که چیزی رو بخوایم از چیزی جدا کنیم یا دیزی رو جدا کنیم. خازن بین این دوتا پیونده، خازن بین این دوتا پیونده به مدلمون اضافه کردیم که مدلمون کامل شد. همین بله، چیزی نیست که ما اضافه کرده باشیم. حالا بریم یه فیلتر پایین گذر رو که خازن توش هست با یه مقاومت رو یه کمی مرور کنیم، ببینیم مثلا اثر خازن چطوریه. این R باشه، اینم C باشه، اینم Vout. فیلتر پایین گذر، فیلتر پایین گذر میاد یادآوری مدارک. خب تا به تبدیل این چی میشد؟ وی اوت نسبت به وی آی. آن توضیح لابلاس دیگه، چون سی امپدانس این میشه چی؟ یک بر روی اس سی دیگه میشه زد اس. توضیح لابلاس. تقسیم ولتاژ دیگه، وی آی ضرب در این امپدانس این، یک بر روی اس سی تقسیم بر یک بر روی اس سی به علاوه جی آری که داشتیم. خب اینو اگر صورت مخرج رو در اس سی ضرب کنیم این میشه یک، اینم میشه یک به علاوه آر سی اس. بله، RCS. اینو خب این مد این تابه رو میبینید یه قطب داره دیگه، اگر مخرجش رو برابر صفر قرار بدیم یه قطب داره، صورتش هم که هیچ صفری نداره اگه یادتون باشه. اینو به این صورت مدار مرتبه اول هست، اینو به این صورت تعریف میکردن. و قطب این میشه چی به نظر شما؟ خب اینو مخرج رو برابر صفر قرار بدیم، بگیم مخرج مساوی صفر، خود به دست میاد، خود به دست میاد یک به علامه آر سی اس مساوی صفر. خب مشخصه دیگه اس مساوی صفر منفی یک بی آر سی. پس اینم میشد فهمید، یعنی این دوتا رو برابر هم قرار میدادیم پی به دست میاد. روزی لاپلاس این چی؟ یعنی در صفحه اس اگه بخوایم رسم کنیم، در صفحه چی نوشتم؟ صفحه اس یا روزی لاپلاس؟ خب قطب مدار یه قطب بیشتر نداره، اونم قطب کجاست؟ منفی یک بر آر سی مثلا بگیم اینجاست، منفی یک بر آر سی. درسته؟ این صفحه اس باشه. حالا تو حوزه فرکانس چی؟ یعنی حوزه لاپلاس، برگردیم حوزه فرکانس.
همون جانسی که اینو پس باید بزرگ کنید بعد برگردیم حوزه فرکانس. در حوزه فرکانس فیلتر پایین گذار شما میدونید دیگه در واقع تابه تبدیلش به چه صورت رسم میشه. VO بر VI این اگر دامنه باشه، محور دامنه باشه، اینم فرکانس باشه. اون قطبی که داشتیم به این صورت، یعنی اینجا اگر مثلا یک بر RC باشه، قطبمون باشه پی مساوی یک بر RC. بی منفی 3 دی بی قطب ظاهر میشه. بعد از یعنی به محض این که به قطب برسیم، بعد کشیدم این منحنی دامنه شروع میکنه پایین اومدن با یه شیب ثابتی. به تو درس کنترل بود فکر کنم یادتون باشه 20 دی بی به فرهر پر دیکید. به نام خدا. خب چون کلاس قطع وصل میشد مجبور شدیم ویدیو ضبط کنیم. یه مرور میکنم اون مسئله‌ای که سر کلاس توضیح دادم، بعدش میرم سراغ ادامه تدریس. خدمت شما عرض کنم که گفتیم یه تقویت کننده امیتر مشترک، خب یه همچین مدل اسمال سیگنالی داشت که قبلا توی الکترینک دو بررسی کردیم. آرا پای داشتیم، جی ام وی پای داشتیم و هرچی المان داشتیم و اضافه کردیم. متا این مدل اسمال سیگنال ایدئال نبود، ولی خب خیلی واقعی هم نبود. یعنی چون ما آر او رو در نظر گرفتیم، آر پای رو در نظر گرفتیم و همه این المان ها اینا نشون میده که ایدئال نیست. اگر ایدئال بود خب قطعا باید مثلا بهره خیلی بهتری میگرفتیم، اما خب خیلی واقعی هم نیست. ما تو این درس الکترونیک 3 ما قرار هست که مدل واقعی تر رو استفاده کنیم، مدلی که به واقعیت نزدیک تر باشه. و اون مدل مدلی هست که خازن های پارازیتی یا به عبارتی خازن‌های انگلی هم بهش میگن. یعنی خازن‌هایی که چرا این اسم روش گذاشتن، چون این خازن‌ها باعث میشه فرکانس مدار محدود شه، پهنه باند محدود شه. همچی اسمی برای خازن پارازیتی یا فارسیش هم اون اسم روش گذاشتن. اگه ما بدون در نظر گرفتن خازن‌های داخلی ترانزیستور بایپولار بهره ولتاژ رو که حساب میکردیم، همچین مقداری بهمون میداد. مقاومت کالکتر، مقاومت خروجی تقسیم بر مقاومتی توی امیتر میدیدیم که یک آر پای هست میاد توی امیتر تقسیم بر بتا و آر اس هست که میاد توی امیتر باز اون هم تقسیم بر بتا. خب اگر بهره رو بر اساس فرکانس رسم کنیم، خب این معادله، این رابطه هیچ وابستگی به فرکانس نداره. یعنی هر چقدر ما فرکانس رو کم و زیاد کنیم، چیزی تو این رابطه تغییر نمیکنه دیگه. ما اصلا اینجا فرکانسی وجود نداره تو رابطه هم. پس مقدار بهره ولتاژ همیشه ثابت میمونه به ازای تمام فرکانس ها. خب طبیعتا این ایدئال، یعنی از لحاظ فرکانسی مدار ایدئال هست و ما محدودیت های فرکانسی رو در نظر نگرفتیم، پس به واقعیت نزدیک نیست و ما دنبال راهکاری هستیم که عملکرد مدارمون رو به واقعیت نزدیک کنیم. تا وقتی میخوایم مدار رو طراحی کنیم، طراحیمون با آنچه روی بورد هست تطابق داشته باشه. اینجا هم نوشتیم هیچ المانی در مدار نداریم که با فرکانس روی آن تأثیر بذاره، یعنی مدل فوق واقعی نیست. بریم یه مقدار این مدل رو به قول معروف واقعیش کنیم. یه مقدار در مورد خازن صحبت کنیم. خب خازن میدونستید که چطوری ساخته میشه. اگر دو تا صفحه حادی داشتیم یا عایق بینش بود و ولتاژ بین اعمال میکردیم، خب بار الکتریکی تو این ذخیره میشد، ولتاژ تو ذخیره میشد، میگفتیم این خازن. حادی یا اسمش جوشن هم بهش میگفتن، اون وسط هم عایق بود.
مقدار خازن یا ظرفیت خازن با این معادله حساب میشد. اپسیلون ضریب عایق بود، ضریب نفوذپذیری عایق اگه اشتباه نکنم، دی واحد سطح هست و واحد سطح مقطع همون اریای صفحات حادی، و ای هم خب مساحت صفحات حادی هست که ما استفاده کردیم. حالا که ما میدونیم خازن چیه، میریم سراغ ترانزیستور بایپولار ببینیم آیا تو این ترانزیستور هم چیزی به اسم خازن تشکیل میشه یا نه. ممکنه برخی خازن ها اینجا تشکیل شده باشه و ما صرف نظر کرده باشیم برای سادگی، چون تو الکترونیک دو بحث فرکانس خیلی مطرح نبود. خب میدونید که یه ترانزیستور مثلا NPN یه N پلاس اینجا داشتیم به عنوان امیتر، یه P داشتیم پیوند P، یه نیمه هادی P نوع P داشتیم و این نیمه هادی نوع N هم به عنوان کالکتر. اینا رو کنار هم میذاشتیم، تشکیل شبیه دوتا دیود بود که دیود بیس امیتر باید مستقیم میشد، چون قرار هست ما این ترانزیستور رو تو تقویت کننده استفاده کنیم. خب این بیس امیتر یه دیود بیس امیتر باید مستقیم میشد، یعنی دیود بیس امیتر روشن میشد، ترانزیستور روشن میکرد. میدونید اگر تو الکترونیک یادتون باشه وقتی باید مستقیم بین دوتا نیمه هادی حالا یکی پی یکی ان شکل میگیره، ناحیه تخلیه بین این دوتا ایجاد میشه، اما عرض این ناحیه تخلیه کوچیکه چون بایاس مستقیم است و الکترون ها میتونن به راحتی از این در واقع از این سد پتانسیل اگر بگیم، یا از این عایق باریک یا نازک عبور کنن. از اون طرف چون عرض میکنم باز ترانزیستور قرار بود در ناحیه فعال عمل کنه چون به عنوان تقویت کننده قرار ازش استفاده کنیم، خب پیوند PN بیس کالکتر باید، یا اینجوری بگم پیوند کالکتر بیس باید تو بایاس معکوس قرار بگیره که این اتفاق هم میافتاد، یعنی اون اگر وی کالکتر امیتر از 0.2 کمتر شه پیوند، یا از نیم کمتر شه یا از 0.6-0.8 کمتر شه، کم کم اون پیوند PN بیس کالکتر باید مستقیم میشد و ما اینو نمیخواستیم. به این خاطر یه مرز تعیین کردیم، گفتیم مثلا حدود حالا حداقل حدود 0.2 کالکتر امیترمون ولتاژ داشته باشه که ترانزیستور در ناحیه فعال عمل کنه. این از اونجا میاد و اینم تو ناحیه معکوس بایاس میشد، چون تو ناحیه معکوس بایاس شده، یعنی بایاس معکوس شده، عذر میخوام نه ناحیه معکوس، چون پیوند PN بیس کالکتر بایاس معکوس شده، عرض ناحیه توهی خیلی پهن‌تر عریض‌تر از این پیوندی هست که در که بایاس مستقیم شده. طبیعتاً اصلا اسمش با خودشه، ناحیه توهی یعنی ناحیه تخلیه از بار آزاد، که عرض این ناحیه رو توضیح دادم، شدت بایاس مستقیم و بایاس معکوس تعیین میکنه عرض ناحیه چقدر باشه. اگر بایاس مستقیم باشه عرض ناحیه خیلی کوچیک میشه، اگر بایاس معکوس باشه عرض ناحیه توهی بزرگ میشه. ناحیه توهی از بار آزاد یعنی چی؟ یعنی بار، یعنی الکترون افقی اونجا وجود نداره و به عنوان عایق عمل میکنه، همون عایقی که ما توی خازن داشتیم اینجا یه همچین عایقی رو داره. از طرفی نیمه هادی های N پلاس P و N هم نیمه هادی اندیه، اما در حالتی که چیه خاموشه. ترانزیستور که روشن شه، ولتاژ که بهش اعمال کنیم، میدان که اونجا ایجاد شه، این نیمه هادی ها به هادی تبدیل میشن دیگه. خواص نیمه هادی همین بود که میتونه عایق باشه، میتونه رسانا باشه، میتونه نارسانا باشه. وقتی ما ترانزیستور رو فرض ما بر این هست که بایاس شده و در نهایت فعال داره کار میکنه، خب طبیعتاً نیمه هادی ها در حالتی دارن عمل میکنن که الکترون ها از خودشون عبور میدن و نقش هادی دارن. پس این هادی ها میتونه همون صفحات خازن باشه، اون عایق ها میتونه طبیعتاً عایق خازن باشه. یعنی چی؟ یعنی بین این بیس و امیتر یه خازن خواهیم داشت، بین بیس و کالکتر هم یه خازن خواهیم داشت که ما در مدل سازیمون، در مدل اسمال سیگنالمون از اون صرف نظر کردیم. الان ما میخواییم اونا رو در واقع لحاظ کنیم و اثراتشون بر پاس و فرکانسی مدارها رو بررسی کنیم. کل الکترونیکس همینه که ما خازنها رو در نظر بگیریم و پاس و فرکانسی تقویت کننده ها یا ساختاری که تو الکترونیک دو داشتیم رو
محاسبه کنیم و به دست بیاریم. خب من میام خازنه رو اضافه میکنم. میگم بین بیس و امیتر یه خازن داریم. خب یه خازن گذاشتم بین بیس و امیتر. اسمشو گذاشتم خازن جانکشن، یعنی پیوند. پیوند بیس امیتر. جانکشن بیس امیتر. سی جانکشن امیتر. حالا چون بیس بین دوتا خازن مشترک هست، ما دیگه از گفتنش صرف نظر کردیم. گفتیم خازن جانکشن امیتر. و بین بیس و کالکتر هم طبیعتاً یه خازن داریم. خب میبینید این خازن. حالا بررسی میکنیم اندازش چطوریه. اما یه خازن داریم. خب بین بیس و کالکتر هم یه خازن گذاشتم. گفتم چون بیس بین دوتاش مشترک هست اسمشو نمیریم. خازن جانکشن چی؟ کالکتر. الان مدل اسمال سیگنال یه ترانزیستوری که در واقع قرار هست پاسخ فرکانسیش محدود شه، یعنی از یه فرکانسی بالاتر با تقویت کننده یا ترانزیستور به خوبی عمل نکنه، این هست. خازن ها رو در نظر گیرید. می‌بینید که خازن امپدانس ایجاد میکنه در بعضی فرکانس های مختلف، امپدانسش تغییر میکنه. و امپدانس ها که تغییر کنه، این اتصال کوتاه شه، خب وی پای کلا صفر میشه. این اتصال کوتاه شه، ورودی به خروجی بس میشه. یعنی اثر این خازن ها اینجوریه. اگر سی جانکشن امیتر امپدانسش خیلی کوچیک شه، بعضی فرکانس های بالا، امپدانس خازن این بود دیگه. سی موس میخوام زد سی میشه یک بر روی چی؟ دو پی اف سی. این اف چیه؟ فرکانس. فرکانس به ازای فرکانس زیاد این کوچیک میشه. امپدانس شبیه اینه که این اتصال کوتاه شه. این که اتصال کوتاه شه، وی پای صفر میشه. وی پای صفر شه، این صفر میشه. یعنی اصلا ترانزیستورتون از کار میفته. چیزی به اسم ترانزیستور نخواهید داشت، تقویتی نخواهید داشت. اگر امپدانس این خیلی کوچیک شه و بگیم این اتصال کوتاه شده، خب ورودی به خروجی وصل میشه. اونجا هم باز ترانزیستور کلا از مدار خارج میشه. این اثرات رو باید تو مدارهامون بررسی کنیم. حالا بریم سراغ یادآوری درس مداریه که یه فیلتر پایین گذار من داشتم تحلیل ساده انجام میدادم از لحاظ فرکانسی، که دیگه کلاس به خاطر اینترنت قطع شد. حالا دوباره مرور میکنیم. فیلتر RC پایین گذار. امپدانس این خازن چیه؟ خب یک بر SC هست. این هم یه معامت هست. تا به تبدیلش رو بخوایم به دست بیاریم، خب ولتاژ خروجی چطوری به دست میاد؟ ولتاژ ورودی ضرب در امپدانس این تقسیم بر امپدانس مجموع، یا همون تقسیم مقاومتی، تقسیم امپدانسی بگیم، به این شکل. طرف صورت مخرج ضرب در RC کنم، تابمون میشه این. و یادتونه تو درس مدار یه تابع مرتبه اول، یه تابع تبدیل مرتبه اول، یه تک قطبی رو میتونستیم به این شکل مدل کنیم. یعنی این دوتا رو اگر معادله هم قرار بدید، پی به دست میاد. حالا برای به دست آوردن صفر، صفر معادله، صفر تابع، عوض میخوام قطب تابع تبدیل، میدونید که قطب مخرج هر تابع رو قرار برابر صفر قرار میدادیم تو درس کنترل، اگر یادتون باشه تو مدار هم قطباش به دست میاد. اگر صورت رو برابر صفر قرار میدادیم، صفر را به دست میاد. حالا اینجا صفر نداریم چون صورت معادله فرکانسی نداریم، اسی نداریم. مخرج رو برابر صفر قرار میدیم که قطب به دست میاد. قطب به دست اومد، یک بر RC. RC همون ثابت زمانی است. یک بر RC تو صفیه اس یا هم لاپلاس. محل قطب رو میتونیم به این شکل مشخص کنیم. یادتونه دیگه توی درس کنترل خطی قطب صفر رو تو صفیه مثلا اس رسم میکردی و اون تحلیل های پایداری این چیزا رو انجام میدادی. حالا کاری با اونها نداریم. اما توزیع فرکانس این قطب اینجوری مدار شما رو محدود میکنه. یعنی در فرکانسی که این بگیم چی اسمشو بذاریم، منفی 3 dB، یعنی در اون قطبی که داریم به اندازه منفی 3 dB بهره ولتاژمون، این اگر AV باشه، بهره ولتاژمون افت میکنه. بعد از اون قطب اول منحنی دامنه با شیب ثابت منفی 20 dB per decade شروع به کاهش
میکنه. یعنی چی؟ BCB predicate. حالا اینا رو جلوتر بیشتر توضیح میدم. اما خب برای اینکه یادآوری شه بیام بگم مثلا این مثلا 20 دی بی باشه. 20 دی بی. این 40 دی بی. این هم 60 دی بی. این یه دیکید. مثلا این صفر. صفر که نمیشه گفت چون برس لوگاریتمی هست. بگیم 10 هرتز. این هم 100 هرتز. این هم یک کیلو. بگیم 10 کیلو. 100 کیلو. 10 تا 10 تا یک میک به این صورت. این فاصله 10 برابر یک کیلو تا 10 کیلو، 10 کیلو تا 100 کیلو، این بهش میگن یه دیکید. یه دیکید فرکانسی رو اینجوری حساب میکنیم در نظر بگیریم. خب حالا منفی 20 دی بی پر دیکید یعنی چی؟ این 20 دی بی دیگه، این فاصله 20 دی بی. یعنی از اینجا فرض کنید اینجا قطبمون باشه، مثلا میگم یک کیلو، بعد رسم میکنم قطبمون باشه، اینم 20 دی بی، 40 دی بی، یعنی 20 دی بی قرار بیاییم پایین، اینم 10 کیلو. این میشه شیب کاهش منحنی دامنه. یعنی 20 دی بی کم شده دیگه. ببین منفی 20 دی بی از 60 دی بی اومده 40 دی بی. خب پر دیکید یعنی به ازای یه دیکید. حالا این شیب رو دیگه ادامه میدی همجور میاد پایین. پس اون 20 دی بی پر دیکید به این صورت قابل فهم است. پس میبینید یه قطبی که توی این فیلتر داشتیم چطوری پاسخ فرکانسیمون رو محدود کرد دیگه. از این قطب به بعد با شیب منفی 20 دی بی بهرهتون داره کاهش پیدا میده. تا کجا؟ تا اینجا، تا جایی که دیگه همینجور میره پایین، تا جایی که حتی توی این فرکانسی بالا به صفر میرسه. حالا میتونیم یه نقطه بنویسیم. تعداد، اینجوری بگم، تعداد قطب‌های مدار برابر است با، فکر کنم توی درسای دیگه داشتی، تعداد خازن‌های مدار منهای لوب‌های خازن، لوب‌های خازن. لوب خازنی یعنی چی؟ یعنی خازنایی که با هم موازی هستند. مثلا خازن‌های موازی تنها یک قطب ایجاد می‌کنند. تنها یک قطب ایجاد میخونن. لوپ خازنی که دیگه معنی نداره، یعنی اون خازنه که موازی هستن توی لوپ قرار گرفتن اونا رو موازی میکنیم، میشه یه خازن معادل و اون خازن معادل یه قطب ایجاد میکنه. پس اینو حتما مد نظر داشته باشید که تعداد قطب های هر مداری رو میتونیم با شمردن تعداد خازن ها به دست بیاریم، به شرطی که لوپ های خازن رو حذف کرده باشیم از کار. حالا میتونیم همینم در مورد فیلتر بالا گذارم تست کنیم، ببینیم فیلتر بالا گذار چه واکنشی نشون میده نسبت به قطبش، یا قطبش چطوری پاسخ فرکانسیش رو تحت تاثیر قرار میده.
اینا یادآوری درس مدار هست. خب فیلتر بالا گذر این بود دیگه، یه خواستن و یه مقاومت. R VO C VI فیلتر بالا گذر. خب تا به تبدیلش رو اگر بخواییم به دست بیاریم وی او بر وی آی در حوزی لاپلاس میشه چی؟ این زده این میشه چی؟ یک بر سی دیگه. یه تقسیم مقاومتی اینه، آر بر روی آر بلاوی بر سی، که صورت مخرج رو اگر در سی ضرب کنیم آر اس سی تقسیم بر آر اس سی بلاوی یک. اگر بخوایم حالا تاب تبدیل اینه، میگم تاب تبدیل منحنیش رو رسم کنیم بر اساس فرکانس، این اف این چیه؟ منحنی دامر وی او بر وی آی همچین شکلی میشه اگر اینو به فرکانس مختلف رو قرار بدیم، بالا گذره دیگه، همچین چیزی میشه. یعنی فرکانس پایین رو عبور نمیده، فرکانس بالا رو عبور میده. حالا شما میتونید به چطوری این شکل به دست اومد به ازای فرکانس مختلف قرار بدید، مثلا اس رو اس فرکانس دیگه، این اس میشه چی؟ جی اومگا یا همون جی دو پی اف بگیم، حالا جیش هم در نظر نگیر، اف فرکانس. خب اف رو صفر قرار بدید این تو فرکانس پایین، خب کل تابع میشه صفر. خب صفر همینجوری که بالا میرید بعد کم کم به این شکل، اینجا مثلا میتونه قطبتون باشه. منتها نکته این مثال اینه که چند تا قطب داریم، اینم یه قطب دیگه چون یه خازن داریم، کلن یه خازن بیشتر نداریم و قطب هم با برابر صفر قرار دادن مخرج به دست میاد، یعنی آر اس سی به علاوه یک مساوی صفر، اس مساوی است با منفی یک بر آر سی. احتمالا مثلا این همون یک بر آر سی باشه مساوی پی. منتها چرا این شیبه اینجا نیومده پایین؟ ببینید یه نکته رو من باید بگم تو ذهن بسپارید، نکته جالبی. این اگر مدار قبلی رو تماشا کنید، مدار قبلی اینه، تو مسیر ورودی به خروجی یعنی از اینجا به خروجی خازنی تو مسیر نبود. خازن درسته تو موازی شده با خروجی، اما تو مسیر سیگنالمون نبود، یعنی سیگنال از درون یه مقاومت رد میشد میرسید به خروجی. حالا خازن تو خروجی اثر میذاشت، اما تو فیلتر بالا گذر میبینید که حتی اینو شاید من خیلی دقیق نکشیدم، شاید این باید اینجا باشه. الان نگاه میکن تو فیلتر بالا گذر خازن تو مسیر داریم، یعنی وقتی از ورودی میخوایم به خروجی بریم یه خازن تو مسیر داریم. نکتهش میشه این، خازن در مسیر ورودی به خروجی علاوه بر قد یک صفر فرکانسی ایجاد میکنم. پس اینو تو ذهنتون داشته باشه. حالا بعضی جاها ممکنه این نقص شه برخی مدارها، اما عموما این برقرار هست. این نکته که اگر از مسیر ورودی به خروجی خازن داشتیم صفر هم ایجاد میکنم. اینه دیگه، این الان ببینید صورت این مثل قبلی نیست، قبلی صورت تابع تبدیل یک بود صفر نداشتیم، اما اینجا صورت تابع تبدیلمون
مخرج، این مخرج بود صورت. صورت تاب تبدیلمون چیه؟ فرکانس داره، خودش یه مؤلفه فرکانسی داره. اینو برابر صفر قرار بدیم، اسمون به دست میاد یا صفرمون میشه صفر. خود صفر یعنی توی صفر، فرکانس صفر ما یه صفر داریم. به این خاطر من گفتم احتمالا اینو باید اینجا رسم کنیم، یعنی صفرمون تو فرکانس صفر قرار گرفت. یعنی تو فرکانس صفر دیگه این شیوه همینجوری نمیاد پایین، اون صفر میاد جبرانش میکنه. قطب یه منفی 20 dB per decade شیب رو کم میکنه، اما صفر جبرانش میکنه، یعنی مثبت 20 dB per decade جبران میکنه. به این خاطر اینجا وقتی به فرکانس صفر رسیدیم، اون صفر ظاهر میشه، صفر تاب تبدیل، و میاد اون منفی 20 dB رو جبران میکنه، به علاوه 20 میزنه که میشه صفر دیگه، جفتشون با هم شیبتون میشه صفر. پس اینم یه نکته از مدار یک در مورد قطب و صفر و عمل کرده یا رفتار صفر و قطب بر تاب تبدیلتون یا بر منحنی دامنه بر حسب فرکانس فیلتر بالا گذر و پایین گذر. او بود، دو تا مدار ساده بود و نکات زیادی رو ما از این دو تا مدار یاد گرفتیم. پس بریم سراغ ترانزیستور بایپولار خودمون. حالا شما بگید که ترانزیستور بایپولار چند تا صفر داره، چند تا قطب داره؟ خب بریم شکل مدار رو شکلش رو تماشا کنیم. اینه، یه بار دیگه من بکشم. خب یه آرپایی داشتیم همیشه، جی ام وی پای آر او. یه خازن داشتیم، خازن جانکشن امیتر، سی جانکشن امیتر. یه خازن هم اینجا داشتیم که گفتیم اسمش هست سی جانکشن کالکتر. اینم بیس بود، اینم کالکتر بود و اینم امیتر. خب الان این طبق این نکته، طبق این نکته و این نکته چند تا قطب باید داشته باشه این ترانزیستور؟ خب دو تا خازن داریم، یکی اینه یکی هم اینه. لوپ خازنی هم نداریم، درسته؟ یعنی نمیشه این خازنه رو با هم دیگه ایکوال کرد، ساده کرد. پس اینجا می نیستم دو خازن داریم، یعنی دو قطب فرکانسی، دو قطب فرکانسی خواهیم داشت. این یک. دومی، نقطه دوم، آیا تو مسیر ورودی به خروجی خازن داریم؟ خب حداقل تو امیتر مشترک ورودیمون بیسه دیگه. این ورودی بگیم امیتر مشترک باشه، خروجی، درسته؟ تو مسیر ورودی به خروجی خب یه خازن داریم دیگه، خازن جانکشن کالکتر. در مسیر ورودی به خروجی خازن سی جانکشن کالکتر یک صفر ایجاد میکنه، یک صفر فرکانسی ایجاد میکنه. پس یاد گرفتیم، یه چند تا نکته خوب یاد گرفتیم. حالا وقتی ما میریم شبیه سازی میکنیم یا تو آزمایشگاه یا هرچی، تو آزمایشگاه که مدل فرکانسی یه مدار ترانزیستوری رو رسم می‌کنیم، مثلا همچین چیزی میشه.
اما این بر اساس این شکلی که ما کشیدیم، یعنی این مدلی که ما به دست آوردیم، خیلی با این تطابق نداره. از لحاظ دامنه شبیهن فرکانس های پایین، اما تو فرکانس های بالا یه این به این شکل ظاهر میشه. این بگیم مدل سیگنال کوچک ما و خازن. این چیه؟ مدل واقعی به دست آمده در آزمایشگاه. پس این نشون میده تجربی به این رسیدیم. اصلا سوال هیچ، یعنی هیچ فکری پشتش نیست. ولی من الان نمیتونم توضیح بدم که چرا این اینجوری شده. این تجربی به این رسیدن، یعنی رفتن تو آزمایشگاه، ترانزیستور واقعی رو تقویت کننده مثلا باش بستن، این همچین چیزی به دست اومده، آبیه. ولی وقتی رفتن توی خدمت شما عرض کنم که همین مدلی که به دست آوردیم شبیه سازی کردن یا پیاده سازی کردن، پاسخ فرکانسیش این قرمز رنگ شده. یعنی هنوز یه چیزی کمه این وسط، یعنی هنوز به اون مدل واقعی نزدیک نیستیم. آبیه رو اینجوری ما خط خطی بزنیم. پس مدلمون یه چیزی کم داره که ما باید ببینیم، یعنی با بررسی بیشتر ببینیم اون کم و کاستی چیه، اون رو جبران کنیم. احتمالا مثلا من به نظر من یه خازنی جا افتاده توی مدل، تو مدل. یه چیز جا مونده که باید دنبال اون بگردیم. خیلی مجازی خودش تدریسش درد سر داره. وای بال این که دیگه دانشون سر کلاس نباشه و ما مجبور باشیم ویدیو زد. هیچکی دیگه سوال نمیپرسه و فقط باید جلو بریم. من میگم یه خازن باید تو مدار جا مونده باشه. حالا من مدل ترانزیستور رو مجدد رسم میکنم. این همون N پلاس امیتر بود. این ناحیه تخلیه که به ازای فوروارد بایاس این دوتا، این هم همونی بود و بخشی از این کالکتر هم بگیم اینجوری اختصاص یافته به ناحیه تویی یا بخشی از بیس. حالا بگیم بخشی از بیس. بذار اصلاحش کنم. میدانی که تشکیل میشه این سمتی هست. حالا من دیگه درباره این صحبت نمی کنم. یادتون رفته برید الکترونیک یک رو بخونید. خب اینجا هم الکترون داشتیم. درست جریان از کالکتر به امیتر هست. میدونید که حرکت الکترون ها خلاف جریان هست دیگه. تعریف جریان یادتون باشه. خب الکترون ها
از این ناحیه تهی نازکی که بین بیس و کالکتر، بیس و امیتر ایجاد شده عبور میکردن، به بیس میرسیدن، به این صورت به یمین آمستان الکترون ها باشن، حالا چطوری به کالکتر میرسن؟ اگه از این میدانی که این سمتی ایجاد شده بگیم از میدان بیس به کالکتر انتگرال بگیریم، پتانسیلی که این الکترون ها میبینن یه پتانسیل نزولی هست، یعنی به این شکل. برید الکترون یک رو بخونید، مثل یه در واقع ساختمون چند طبقه، الکترون ها که درست ناحیه توهی بزرگ هست و این دوتا پیوند پی ان، یعنی دیودی که اینجا هست باعث معکوس هست، از کالکتر به کجا بود؟ از کالکتر به بیس باعث معکوس هست. اما خب میدانی که اینجا تشکیل میشه وقتی انتگرال میگیرن از این میدان، میدان بین بیس به کالکتر، یعنی از بیس به کالکتر، پتانسیلش نزولی هست، شبیه اینکه از یه طبقه چند طبقه بخوای بپری پایین. این الکترون هایی که به اینجا رسیدن، یعنی از امیتر اومدن به بیس، اینا وقتی به پشت این ناحیه تویی میرسن با همچین میدان یا اختلاف پتانسیل مواجه میشن و میفتن پایین، میفتن توی کالکتر و جریان به این صورت برقرار میشه. خب حالا نکتهش چیه؟ یعنی الکترون های فوروارد بایاس شده از امیتر به بیس میرسن، بعد از بیس با همچین میدان یا همچین اختلاف پتانسیلی مواجه میشن و پرت میشن یا میفتن پایین توی کالکتر. جریان اینجور برقرار میشه. حالا نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که اگه ما یه بیس امیتر رو کم و زیاد کنیم، ترانزیستور رو رسم کنم، همون شبیه خودش رسم کنیم، این امیتر کالکتر بیس، این هم مثبت منفیه، یه بیس امیتر، این فوروارد بایاس. اگه ما وی بیس امیتر رو کم و زیاد کنیم، خب تعداد یا چگالی الکترون ها به ترتیب کم و زیاد میشه دیگه. یعنی الکترون هایی که اینجا هستن میپرن میان تو بیس، تعدادشون کم و زیاد میشه بسته به اینکه وی بیس امیتر چقدر باشه. خیلی کوچیکش کنی، خب این فوروارد بایاس خاموش میشه، این پیونده بیس امیتره، خب الکترونی نمیاد. کمی کمش میکنی، الکترون های بیشتری میاد، زیادش میکنی، خب خیلی الکترون میاد. اما به هر حال یه مدت زمانی طول میکشه که بالاخره این یه سطح مقطعی داره دیگه، یه فاصله ای هست بین اینها، و وقتی تو فرکانس های بالا به مدار تماشا میکنیم میبینیم که این فواصل، این مسافتی که این الکترون ها باید طی کنن مهم میشن و همین است که میتونه پاسخ فرکانسی رو محدود کنه. الکترونی که از امیتر اومده فوروارد شده به بیس، خب یه مدت زمانی طول میکشه که این فاصله رو طی کنه، مثلا بگم مثلا این فاصله رو طی کنه برسه به این اختلاف پتانسیل نزولی و پرچه توی کالکتر. حالا این تأخیر، این یه تأخیر ایجاد میکنه، یعنی تا الکترون ها از اینجا بیان اینجا، بعد این مسافت رو طی کنن. حالا بعضی هاشون هم میرن تو بیس، این الکترون ها و جریان بیس رو تشکیل میدن، یعنی به این صورت میرن تو بیس،
جریان بیس رو تشکیل میدن، اما تعداد عمدهش که همون جریان کالکتر رو تشکیل میدن یه مسافتی رو باید طی کنن که برسن به این اختلاف پتانسیل نزولی و بعد پرچن توی کالکتر. این مسافت که باید طی کنن یه تأخیر ایجاد میکنن، یه تأخیر در رسیدن الکترون ها یا کالکت شدن امیتر ها توسط کالکتر. کالکتر اسمش همینه دیگه، یعنی جمع کننده، کالکت میکنه. یه مدت زمانی طول میکشه که این الکترون های داخل بیس که از امیتر امیت شدن به داخل بیس و الان قرار به توسط کالکتر کالکت بشن، یه مدت زمانی طول میکشه این عمل کالکت شدن انجام شه، پرچن داخل کالکتر، که تأخیر ایجاد میکنه و این تأخیر رو ما میتونیم با یه خازن مدل کنیم. یعنی این اختلافی که بین این دو تا پاسون فرکانسی میبینیم علتش همینه که ما این خازنه رو در نظر نگیریم. این خازنه خازنه فیزیکی نیست، شبیه این فیزیکی بود، میبینید مشخص بود کجاست، میگفتیم این یه هادی، این یه هادی، این یه آیه، این یه هادی، اینم یه هادی، اینم یه آیه، دو تا خازنه مدل کردیم، گفتیم یکیش اینجا یکی هم اینجا، درسته؟ اینم باز همونه. اما این پدیده ای که اینجا میبینید، این تأخیری که اینجا ایجاد میشه، اینو نمیتونیم بگیم که دقیقا محلش کجاست. اینو تجربی بهش رسیدن، فهمیدن که بله این اختلافی که بین این دو تا پاس و فرکانسی هست علتش اینه که همچین تأخیریه. حالا این تأخیر رو ما چطوری مدل کنیم؟ با یه خازن گفتن مدل کنیم، جواب داده، جواب داده، تست کردن دیدن جواب داده. حالا شما بیس امیتر رو کم و زیاد کنید، بیس امیتر رو کم و زیاد میکنید، الکترون هایی که از امیتر قراره به بیس امیت بشن افزایش پیدا میکنه، درسته؟ چون بیس این عرض ناحیه، این ناحیه توی کوچیک شده و میدان بین این دوتا قوی تر شده و الکترون های بیشتری قراره امیت شن داخل بیس. اما کالکتر هنوز اونا رو نمیبینه. کالکتر مثلا این 5 6 تایی که از قبل به این پتانسیل نزولی رسیدن و افتادن توی کالکتر، اونا رو فعلا داره میبینه، در حالی که توی امیتر الکترون های بیشتری جمع شدن به سبب افزایش مثلا وی بیس امیتر و قرار هست امیتشن داخل بیس و این مسافت رو طی کنن بعد به این پتانسیل نزولی برسن بعد پرشن توی کالکتر. اما کالکتر که نمیدونه، کالکتر فعلا همون 5 6 تایی که مثلا اینجا اومده اونا رو میبینه، در حالی که توی امیتر الکترون های بیشتری جمع شدن برای امیت شدن و برای کالکت شدن. این پدیده که اینکه امیتر مثلا 10 تا الکترون جمع شده، کالکتر 5 تاشو 5 تای قبلی رو هنوز داره میبینه و این یه تأخیری ایجاد میکنه تا اون 5 تایی که تو کالکتر هست تبدیل شه به 10، یعنی این دفعه 10 تا برسه به کالکتر و این کالکتر اینو بالاخره با یه تأخیری میبینه دیگه. اول اون 5 تایی دست 5 تایی میاد، بعد اون 10 تایی قراره بیاد که ما وی بیس امیتر رو زیاد کردیم. این پدیده، این تأخیری که اینجا ما داریم در واقع توضیح میدیم رو میتونیم با یه خازن مدل کنیم که برای این منظور که پاسخ فرکانسی مدلمون رو به پاسخ فرکانسی ترانزیستور واقعی نزدیک کنیم. حالا این نکاتی که گفتم رو میتونید خلاصه‌اش رو بنویسید، چون اینجا من دیگه وقت نیست بنویسم، خودتون میتونید نوت بردارید داخل گروه بذارید. میتونیم مثلا اسم چی روش بذاریم؟ خازنه. میتونیم خازنه مثلا بیس خوبه. خازنه بیس مثلا اسمش رو بذاریم خازنه بیس. شد چرا مثلا خوب؟ چون تو بیس یه مدت طول میکشه این الکترون ها به پتانسیل نزولی پشت کالکتر برسن، میتونیم اسمش رو بزنیم خازنه بی. البته نه، اونجوری نمیخوام بگم. این خازن رو براتون بعدا مدل میکنیم میبینیم.
پس بذارید من یک نکته بنویسم داشته باشید. پس با تجربه فهمیدیم چیو فهمیدیم این نکته بذار بگم تأخیره در واقع امید شدن الکترون از امیتر به بیس و تی شدن مسافت بین مسافت این عرض بیس ها عرض بیس و رسیدن به پتانسیل نزولی پشت کالکتور تأخیر امیت شدن الکترون از امیتر به بیس و طی شدن مسافت عرض بیس و رسیدن به پتانسیل نزولی پشت کالکتور را می توان با یک خازن مدل کرد. چی بنویسم خدا رو خوش بیاد. اسمشو بذاریم مثلا همون سی بی فعلا ببینیم بعدا چی میشه. این خازن بگیم مربوط به ترمینال بیس است که با سی جانکشن امیتر موازی می شود. با اون موازیش می کنیم، یعنی میره تو دل سی جانکشن امیتر، یعنی سی جانکشن امیتر رو می تونیم اینجوری حساب کنیم سی بی هم توش باشه. اما چون خازن فیزیکی نیست، یعنی سر و تهش مشخص نیست، الان دو سر هادیش کجاست یا قایقش کجاست، در مدل BJT مشخص نیست و تنها میتونیم بگیم تنها یک خازن مجازی یا غیر فیزیکیست. یعنی نمیتونیم محلش رو تعیین کنیم، فقط ما اونو در نظر گرفتیم و اومدیم با سی جانکشن امیتر موازیش کردیم مقدار یا اثرش رو، که این منحنی پاسو فرکانسیامون به مقدار واقعی نزدیک شد. پس مشخص شد دیگه، الان ما فهمیدیم که ترانزیسترمون سه تا خازن اضافه کردیم که دوتاش فیزیکی یکیش غیر فیزیکی. اون غیر فیزیکی هم میام تو این ادغام میکنیم چون به بیس وصل بود. چرا به بیس اومدیم وصل کردیم؟ چون گفتیم که گفتم محلش مشخص نیست. خب چرا به بیس وصل کردیم؟ چرا نیومدیم به کالکتر وصل کنیم؟ چرا بین با این سی جانکشن کالکتر موازیش نکردیم سی بی رو؟ علتش همینه، با تجربه فهمیدیم. یعنی اون کسایی که اومدن این مدل رو به دست آوردن، اومدن اون مقدار سی بی رو یا سی بیس رو اومدن با این یه بار موازی کردن، یه بار اینجا گذاشتن، یه بار اونجا گذاشتن، دیدن
وقتی با سی جانکشن امیتر موازیش میکنن یا تو دل این قرارش میدن، مدل به مدل واقعی نزدیکتر. گفتیم با تجربه فهمید. میخواید بنویسیم با سی جانکشن امیتر موازی میشود چون مدل واقعی، بگیم اینجوری به دست میاد. حالا بریم، حالا که ما مدلمون رو ساختیم یا متوجه شدیم چجوریه، بریم سراغ در واقع محاسبه خازن ها، که این خازن حالا چه مقادیری داره. خیلی خوب. سی جانکشن چطوری به دست میاد؟ سی جانکشن مشخصه دیگه، ما یه اپسیلون داریم، یه سطح مقطع داریم که در واقع این بالا اسمشو چی گذاشتیم؟ گفتیم دی واحد سطح هست. که اینم یه اپسیلون صفر داریم، یه اپسیلون چی؟ اس آی یا سیلیکون، اون ماده ای که برای ساخت ترانزیستور استفاده میشه. چطوری حالا این به دست اومد؟ از فیزیک الکترونیک دیگه، برید سراغ فیزیک الکترونیک. از فیزیک الکترونیک اونا کشف کردن دیگه، من نمی کشف شد. سی جانکشن برابر چی؟ سی جانکشن صفر تقسیم رادیکال یک به علاوه وی ولتاژ اون جانکشن، اون اتصال پیوندی تقسیم بر وی بی. این چیه؟ خازن جانکشن، خازن جانکشن در بایاس صفر. یعنی چی بایاسش؟ یعنی ترانزیستور خاموشه، بایاسش نکردی دیگه، همون اون اوهمت رو تو بهش وصل میکنی. حالا میگم اوهمت نه، خازن سنج تو مثلا، حالا یه پول ویدسون میتونه باشه، وصل میکنی خازن، اندازه گیری میکنی بین اون مثلا پایه بیس و امیتر یا بیس و کالکتر، اون میشه خازن جانکشن صفر در بایاس صفر. منتها ما چون مدار رو بایاس میکنیم و تحت اون بایاس خاز مقدار خازن رو میخوایم، سی جانکشن صفر کفایت نمیکنه. پس تو این تابه بچه های فیزیک الکترونیک رفتن به دست آوردن وی جانکشن چیه؟ اینم ولتاژ بگیم معکوسه، ولتاژ معکوسه دو سر اتصال، ولتاژ معکوسی که دو سر اتصال قرار میگیره تو بایاس. و وی بی تقریبا، وی بی تقریبا تو فیزیک الکترونیک به دست اومده 8 اوم. تو مقدار داره میشه وی تی همون مقدار دمایی ال ان، تو کتاب الکترونیک هم هست مختصر اومده، ان ای ان دی چگاه چیز این آی به طبعه. حالا تو فیزیک، تو کتاب الکترونیک میتونید بخونید ببینید این پارامترها چیه و چطوری
به دست میاد. اما خب ما هم 18 هم برای ما کفایت، نمیخوام برگردم به فیزیک الکترونیک. طبیعتا این مدل، اینجوری بگم، این مدل بیشتر برای خازن جانکشن کالکتر استفاده میشه که در بایاس محبوس است، که در بایاس محبوس. چرا؟ چون اینجا وی جانکشن این ولتاژ معکوس دو سر اتصال است، در صورتی که سی جانکشن امیتر تو فوروارد بایاس هست که دیگه نمیشه گفت ولتاژ معکوس دو سر پیوند چی، اونجا فوروارد بایاس هست. پس این معادله بیشتر برای سی جانکشن کالکتر که تو بایاس معکوس قرار داره استفاده میشه، یا بگیم مثلا دقیق است. بریم یه منحنی رسم کنیم از مقدار این خازنه. بگیم این مثلا ولتاژ جانکشن باشه، اینجا میشه باعث معکوسش دیگه، این 7 اوم باشه جایی که فوروارد بایاس میشه، بگیم این محدوده باعث معکوس، محدوده محبوس. این مقدار خازن باشه، سی جانکشن باشه. دیگه چی داریم؟ خب منحنی که تو فیزیک الکترونیک به دست اومده همچین چیزیه، اگر من اشتباه رسم نکنم، این مقداری اینجوری فکر کنم همچی چیزی باشه. مقدارش اینجا چیه؟ دو تا سیه. جانکشن امیتر صفر. اینجا چیه؟ سی جانکشن صفر دیگه. خب خوبه، میتونیم تقریبا بفهمیم که مقدار سی جانکشن کدوم بود، امیترم چقدر. سی جانکشن کالکتر که تو باید معکوس قرار داره، اینجا تو این محدوده میتونیم مقدارش رو به دست بیاریم. پس بذار اینو تکمیل کنم، این نکته رو. سی جانکشن کالکتر در این محدوده، در این محدوده قرار میگیره. خب اینجا هم حول نقطه کار دیگه، حول نقطه کار، حول نقطه کار، نقطه کار یعنی وی بیس میتره که ساوی 7 اوم که همون چی هست؟ وی جانکشن هست. برای چی؟ برای کدوم خازن؟ برای پیوند بیس امیتر یا همان خازن سی جانکشن چی بود؟ امیتر اسمشو گذاشتیم.
خب این حول و حوش مقدار خازن جانکشن چیه؟ دو تاست. یعنی چی؟ میتونیم بگیم سی جانکشن امیتر مساوی است با دو تا سی جانکشن امیتر تو بایاس صفر. یعنی اینجوری با یه تقریب خوبی تقریبا از همین منحنی فیزیک الکترونیا کشف کردن که سی جانکشن امیتر هم به دست میاد. حالا نکتهش چیه؟ چرا این منحنی اینجوری یهو از اینجا به بعد شروع کرده به پایین اومدن؟ دیگه این معادله رو پیروی نمی از این گره ببین. این همینجوری اومده بالا یهو به اینجا که رسید دیگه معادله رو پیروی نمی کن. علتش چیه به نظر شما؟ خب علتش اینه که در واقع هر چی ولتاژ بیس امیتر بیشتر میشه عرض ناحیه تویی کاهش پیدا میکنه. اینجاست. هر چی ما ولتاژ بیس امیتر رو زیاد میکنیم عرض این ناحیه تویی کاهش پیدا میکنه و الکترون های بیشتری میتونن امیتشن داخل بیس. عرض ناحیه که کم شه، عرض ناحیه تویی که کم شه چه اتفاقی میفته؟ خازن افزایش پیدا میکنه. خازن افزایش پیدا میکنه. دی فاصله بین، اگر سطح مقطع رو حذف کنیم، دی چیه؟ فاصله بین دو حادی هست. این که کوچیک شه خازن افزایش پیدا میکنه. اصلا بنویسم پس. فاصله بین عادی یا بگیم عرض ناحیه تخلیه، درسته؟ ویه بیس امیتر رو که زیاد میکنیم، اینجا ویه بیس امیتر همون ویه جانکشن هست دیگه، داره زیاد میشه. ویه بیس امیتر که زیاد میشه عرض این ناحیه تویی کم میشه. عرض ناحیه تویی که کم شه مقدار خازن جانکشنه مثلا امیتر افزایش پیدا میکنه. اما وقتی به این نقطه میرسیم، وقتی به نقطه کار میرسیم، یهو تعداد حامل های آزادی که از ناحیه توهی عبور میکنن، یعنی این ناحیه توهی خیلی کوچیک شده دیگه، از ناحیه توی عبور میکنه ترانزیستور روشن میشه دیگه. تا قبل از هفته هم ترانزیستور تقریبا تونیم بگیم خاموشه یا الکترونای کمی دارن رد میشن، ولی وقتی این هفته هم رد میشه یهو ترانزیستور روشن میشه. اون رابطه نمایی یادتونه، یهو جریان بزرگی تو مدار برقرار میشه، الکترونای زیادی امیت میشن از امیتر به بیس چون عرض ناحیه توی خیلی کوچیک شده و دیگه اون مدل در واقع هادی، عایق هادی، یعنی این مدلی که اینجا داشتیم گفتیم خازن چیه؟ یه هادیه، یه عایق، یه هادیه. این ناحیه توی خیلی کوچیک شده اون مدل جواب نمیده، یعنی خازنی که اینجا شکل میگیره دیگه اون مدلی که ما میشناسیم و پیروی نمیکنه. ما با این فرض این خازن رو مدل کردیم، گفتیم این عایقه، اینم عایق، اینم عذر میخوام این هادیه، اینم هادیه، این وسطشون عایقه. ولی وقتی این خیلی کوچیک میشه، الکترونای زیادی میان امیت میشن، دیگه اون مدل خادی آی خادی جواب نمیده، یعنی مدل اشتباه در میاد و بچه فیزیک الکترونیک به صورت تجربی فهمیدن دیگه این وقتی روی بیس امیتر یا روی جانکشن افزایش پیدا میکنه دیگه به جای اینکه مقدار خازنه بره بالا یهو شروع میکنه به افت کردن، در حالی که ما انتظار داشتیم خازنه زیاد شه چون عرض ناحیه تویی کم میشد. عرض ناحیه تویی که کم شه خازنه باید بزرگ شه، ولی این مدل دیگه جواب نمیده. دیگه بچه فیزیک الکترونیک فهمیدن که بله، از این نقطه به بعد خازنه افت میکنه.
اما حول هوش نقطه کار ما مقدار رو به دست آوریم، برای ما بسته دیگه. ما که نمیخوایم بیس امیتر رو ببریم روی 1 ولت، ما هم روشن میشه هفته اون بسته. خب اینو به دست آوردیم، اینم که تو این محدوده به دست میاد. حالا میمونه وی بی، یعنی اثر این تأخیر داخل ترانزیستور، اونم باید مقدارش رو به دست بیاریم. خب پس اون سی بی رو پس بیایم ببینیم اون چطوری به دست میاد. اونا رو متوجه شدی چطوری به دست آورد؟ بگیم سازن مجازی یا هم غیر فیزیکیه، غیر فیزیکیه مربوط به بیس. بیس سی بی مساوی است با جی ام تاو اف تاو اف چیه؟ جی ام که جی ام ترانزیستوره دیگه. تاو اف چیه؟ انگلیسیش رو بنویسم فوروارد بیاس. Transit time. زمان گذر بایاس مستقیم همچی چیز. زمان گذر بایاس مستقیم. یعنی تا ثابت زمانیه دیگه، میدونید که ثابت زمان یا مدت زمانی که طول میکشه حامل های بار در واقع امیتشن به بیس و از بیس کالکشن توی کالکت. خب بر اساس اون توضیحاتی که من گفتم یه نکته میتونیم متوجه شیم که هرچه جریان بیشتر شود، خب حامل های بیشتری از امیتر به فیس امیت شده و مدت زمان بیشتری طول می کشد طول تا عرض بیس را طی کرده و در کلکتور فرو بریزند. یعنی چی؟ یعنی این جیه، یعنی هر چقدر جریان زیاد کنیم جی ام افزایش پیدا میکنه. درسته؟ جی ام یادتونه دیگه، جی ام میشد چی؟ آی سی آی کالکتر تقسیم بر وی تی دیگه. هر چقدر جریان زیاد کنیم جی ام زیاد میشه، این خازنه داره بزرگ میشه با یه ثابت زمانی. چرا؟ چون هر چی جریان بیشتر میشه حامل های بیشتری از امیتر به بیس امیت میشن و مدت زمان بیشتری طول میکشه تا عرض بیس رو طی کنن اون مسافت قرمزه و کالکشن توی کالکت. به این خاطر سی بیس خازن های مجازی که تو بیس وجود داره با یه ثابت زمانی و جی ام یا همون جریان کالکتر رابطه مستقیم داره. حالا چطوری این دوتا خازن رو تو هم جمع میکنیم؟ کاری نداری دیگه. سی گفتیم جانکشن امیتر و علاوه سی بی، به صورت تجربی فهمیدیم اینجا با این موازیش کنیم اوکیه، مدلمون به واقعیت شبیه تره. بس اینو بذاریم چی به نظرشون؟ سی پای، چون با هارا پای موازی بود دیگه. سی پای همین سادگی این
خازن رو مدل کردیم با سی پای که ما تو مدارمون حالا تو مدل سیگنال کوچیکمون حالا دو تا خازن داریم دیگه، یه سی پای داریم یه سی جانکشن کالکتر. پس میام میگم که نهایتا دو خازن در BJT خواهیم داشت. تموش. این از بحث خازنها و مقادیری که ما برای اونا به دست آورد. حالا یه نقطه از پاسخ فرکانسی هم بگم، بقیهش میذاریم برای جلسه بعد. بابت یادآوری در ادامه همون چی بود؟ این لحظه اجازه بدید یه مثال انتخاب کنم. این اگر منحنی پاسخ فرکانسی باشه، اف این دامنه یا همون بهره ولتاژ خروجی برای ولتاژ ورودی، فرضون اینقدر بهره داشته باشیم میاد روی قطب اول 20 dB per decade شروع میکنه کاهش پیدا کردن، منفیه 20 dB per decade. اگر اینجا با قطب دوم مواجه شه، قطب دوم هم یه بازی منفی 20 dB per decade اضافه میکنه، این شیبه میشه چی؟ منفی 40 dB per decade. فرض کنیم اینجا با یه صفر مواجه شدیم، صفر برعکس قطبه، صفر مثبت 20 dB اضافه میکنه، باز شیبمون میشه برمیگرده به همون چیزی که اونجا داشتیم، یعنی منفی 20 dB per decade. اینجوری میره پایین. اینم یه نکته از اینکه چطوری این دامنه ها رو منحنی دامنه رو رسم کنیم. حالا جلوتر در مورد منحنی فاز هم صحبت میکنیم با دقت بیشتری اینا، چون یه سوالتون قطعا همین چیز است، رسم این منحنی ها. پس من این ویدیو رو براتون میفرستم قبل از جلسه آینده، قشنگ اینا رو یاد بگیرید و آمادگی داشته باشید. دیگه فکر کنم بقیهش رو بذارم برای جلسی بعد بهتر باشه. حالا با توجه به اون خازنایی که ما دربارشون صحبت کردیم، انتظار داریم این مدار امیتر مشترک RC، اینم RS VI، اینم VOUT مون. حالا انتظار داریم دیگه خروجیش صاف نباشه. خروجی حالا جلوتر به دست میاریم اینا رو دیگه ببینیم چی میشه، اما فعلا بر حسب فرکانس روز میخوام این همون بهره است دیگه. پس این بهره اینقدر ماشه، مثلا 100 باشه. انتظار داریم حالا اینجا پاس و فرکانسی مثلا به این صورت محدود شه، پهنه باندمون مثلا محدود شه به این فرکانسی که اینجا داریم، حالا هر چقدر از قطب اولمون هست. بگیم این بندویس باشه که اینجا منفی 3 دی بیش کم میشه، و اینجا که هرچی از منفی 3 دی بیش کم کنید میشه پهنه باندت. یه خازن دیگه مونده که تو مدار مجتمع ظاهر میشه، اونم جلسی بعد با هم بررسی میکنیم. پس فعلا در این حد کافیه که ما دو تا خازن رو کشف کردیم، مقادیرش رو به دست آوردیم، اضافه کردیم به مدل سیگنال کوچیکمون
برای چه نوع ترانزیستوری؟ برای ترانزیستور تکی، یعنی ترانزیستور دیسکریت، یه ترانزیستوری که تو آزمایشگاه شما میرید ور میدارید تو بورد ثبات میکنید. اگر اما تو مداره مجتمع، یعنی تو آی سی، یه خازن دیگه خواهیم داشت که من جلسی بعد براتون توضیح میدم که از کجا میان. چون نمیخوام خستتون کنم و الا باید ادامه میدادم، چون جلسه گذشته سه شنبه هم تعطیل بود، اما فعلا اشکالی نداره، جلسه باید جبران. خدا نگهدارتون باشه.